آی تو چند وقت مامان مینا میرن جلسات زوج درمانی و مشاوره بهشون گفته که تو خونه به هم ابراز علاقه کنیم مثلا بچه ها ببینن یاد بگیرن بعد دیگه علاقه ابراز علاقهشون خیلی شدید شده یعنی من اصلا هر چشامون رو میبنده میگه بابا به خدا ما یاد گرفتیم اینا اصلا گوششون بده کار نیست بابای کرده هم. بابا این محبت کردن با هم موقع که ما بچه بودیم انجام میدادن نه الان که اون موقع من یادم دیگه بابام تا می مامانم سری میدوید میرفت رو خب منم که چشام به مامانم بود که اون سرش میگم فقط یه بار دلیلش هم مامانم پرسیدم بعد مامانم گفتش که واسه اینکه روشون تو رو مو خب دیگه منم سرم می‌کردم دیگه بعد تفلی بابام سوال آقا جو خیلی تو خونه معذب بودن مثلا سر سوفه که مامانم واسه بابام غذا می‌کشید اگه یه دستشون می‌خورد به هم بابام سر سرش می‌انداخت پایین کل خجالت می‌کشید گفت لا اله الا الله مثلا آقای دکتر الان مشاورشون بهشون گفته که مثلا میایین تو خونه همدیگه رو ببوسین همو بغل بکنین بزنین بچه‌ها تو این محبت رو ببینن کنار هم دیگه بشینین فیلم ببینین دستتون رو بندازین دور گردن همدیگه ولی آخه خب اینا که عادت به این کارا ندارن که بعد تو دکتر امروز نشسته بودن داشتن با هم فیلم میدم با اومم دستش انداخته بود دور گردن مامانم فیلم هم هیجانی با اومم همینجوری جوری سس گرفته بود داشت با این خالگوشه که رو گردن مامانم هست داشت با اون ور میرفت بعد یه زر شخص اصلی فیلم مردش با اومم یه استرسی شد اون خاله رو کن اصلا دیگه دعواشون شد یه وضعی شد آقای دکتر الان دیگه آقای دکتر میخوام فیلم ببینن ما میشینیم بینشون که دعواشون نشه بعد دیگه خودشون زنگ زدن به مشاوره مشاوره گفتش که اب نداره بازم تلاش بکنین بازم با هم دیگه محبت کنین بذارین بچه‌هاتون ببینن یاد بگیرن بعد با اون گفتش که مثلا چیکار بکنیم گفت مثلا همسرتون داره ظرف میشوره بذارین گوش بکنید برید مثلا از پشت در آغوشش بگیرید بعد آقا تو اون روز با اون رفت خوش خودش تو اون چای بریزه یهو مامانم وایساده به ظرف شستن بعد ناقافل از پشت بغلش که مامانم ترسید پیش با سیم ظرفش کوبون تو صورت بابام و با بابا چای ریخت رو پر و پاچاش. الان دو روز مامانم داره فوتش میکنه اون همینجوری فوت میکنه ما نگاه میکنیم یاد میگیریم شیری آبم همین بعد آقای دکتر یه دوستی دارم اینا انقدر مام باباش قشنگ با هم دیگه حرف میزنن اون روز بودم خونهشون بعد سر صبونه باباش گفتش که اصلاً شیشرم من گفتم نه مرسی من نون پنیر میخورم بعد از اون بر مامانه یه بوس فرستاد گفتش که جانم جیگرم حالا مامان من آقای دکتر مامان من تو خونه بابا میگه علوی با من به مامانم اولا میگفت ضعیفه یعنی اون چه میگفت ضعیفه سویلم میگفت ضعیفه بعد مامانم یه مدت کلاس های دفاع شخصی شرکت کرد تا بابا میگفت ضعیفه مامانم گفت مامان دیگه ترسید نمیگفت بعد بعد اون تو خونه مامانم صدا میکرد منزل که یه بار دم اتوبوس میخواستیم ایسکا پیاده مامانم جا نمونه بابام داد زد منزل یو همه خانم های تو اتوبوس پیاده شدن بعد دیگه بعد از اون مامانم صدا میکنه مادر آقا سهیل حالا آقا تو الان هر روز بابام میاد خونه واسه مامانم گل میخره و بهش قلب نشون میده و قلبش کج میشه ها ولی به هم دیگه قلب نشون میدم قبلا اینا اصلا اینجوری نبودن که قبلا اگه مامانم میگفت گل بابام میره از عکس گل سرخ بزرگ قشنگ پرینت میگرفت تو اداره براش آورد کارت مامانم ناراحت میشد میگفت این بو نداره چه رو یه ذره بچ مشدی میزد میداد دست مامانم مامانم راضی میشد حالا الان آقای تو باید بیایم ببینیم برای هم دیگه نامه می اصلا بزای نامش رو اووردم نا... اینو بابام برای مامانم نوشته مادر آقا سهیل عشق و امید و نشاط و سرور زندگی من مادر آقا سهیل من مادر آقا سهیل یگانه من مادر آقا سهیل بی همتای من چه بیتابانه میخواهم ای دوری از آزمون تلخ زنده بگوری از اون برم آقای تو مامانم سری جواب نامه بابا میده میگه قربان بند کفشت بروم خیلی بابام خوشحال میشه بقای دکتر این مشاوره مامان امینا گفته که بچه هاتون محبت کنی نذارید که بر محبت ها بیرون گدایی کنن بعد از اون روز بابام استرس گرفته که من یه اون نیفتم به گدایی هی هر شب قبل خواب میاد میگه چی تنته اصلا من معذب شدم به خدا یانوس گروه فامیلی گفتم که یه روز قرار بزنیم بریم شهر بازی بابام سری ریپلای کرد گفتش که بگو من کی کجا باشم بعد یه مامانم انگار که باش قهر بود بعد سری ریپلای کرد گفتش که سر قبر من دعواشون شده بود ولی آقای دکتر من بازم میگم به نظر من با این کارا رو بچگی میکنن الان دیگه فایده ای نداره که به خودم ته محبت که دیدیم این بودش که عمو کوچیکم تو مراسم عروسیش با زن عموم با یه نینوشابه خوردن که اونم انقدر همه مسخرهشون کردن که دیگه عمو طلاقش شد رفت یه زن دیگه گرفت که الان با اون زنه هیچ کار مشترکی نکرده ولی ولی بازم ما اون خاطره یادمون نمیره حالا آقای تو من هرچه به وعید میگم که دوستت دارم به من میگه مرسی 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 و مگ آخه مرسی جواب دوستت دارمه یا اون روز مثلا بهش گفتم که تمام دون تک ممنوع یه با هم دیگه با چش. تمام دنیا یک طرف تو یک طرف عزیزم عزیزم, عزیزم تمام خوبا یک طرف تو یک طرف عزیزم عزیزم <applause> گفت چیه میم بدم گفتم میم چیه دارم بهت ابراز علاقه میکنم اون میم نه آقای دکتر ولی من بهش ته دسته دار دادم خب آقای دکتر همین کارا رو میکنم آدم دو چرا کم بوده محبت میشه دیگه به خدا اون رفته توی پاساژ بعد این نایم مانکن پلاستیکی ها جلو در وایساده بود بعد اینجوری دستاشو وا کرده بود خب یعنی که بیا بدو بیا بغلم دیگه دیگه رفتم یه ذره بغلش کردم الان دیگه اصلا عادت کردم دیگه هر روز میرم تو اون اونو بغلش میکنم خیلی محبت داره والا که خوب کار میکنی حالا رفتی بیرون حساب کنی از منشین قضیه کارگاه های محبت درمانی رو بپرس بعد دو وحید شرکت کن یه دعوا درمونی بشه دیگه ایشالله چشم آقای دکتر